بسم الله الرحمن الرحیم. فریاد کس توهم نامحرم حضورم، خفاش بی نصیبم ظلمت شناس نورم. زاندم که دامن کل رفته است از کف ما، در احتیاج هر جزو مجنون تر از ضرورم. عرض سلام و ادب و اخلاص و احترام دارم حضور شما برادران و خواهران و خانواده های بزرگوار. بنده حسینی فطرت هستم، نویسنده کتاب جهان بیدل، که در مورد ابعاد اندیشه های حکیمانه ابوالمعانی بیدل، حکیم و سخنگوی بلند بالای ادبیات فارسی و نیز نویسنده کتاب جهان خسروانی که اولی در مورد ابوالمعانی بیدل است و دومی در مورد اندیشه های امیر خسرو، این دو دانشمند بلند پرواز هر دو اتفاقا از سرزمین هند، از دور دست ها، از سمت مشرق، از جایی که فارسی زبان ها در اونجا در اقلیت بودند، از دل تاریخ، از دل تمدن سر برآوردند، شاهکاری های بزرگ کردند. استعداد، نبوغ، خلاقیت و گوهرهای وجودی خدادادی خیش را به نمایش گذاشتند در راستای خدمت به علم و فرهنگ و دانش و ادب و تمدن و روشنی انداختن فراراه آیندگان. امیر خسرو 8 قرن قبل زیست و ابوالمعانی بیدل 4 قرن قبل. امروز بنده سر شما رو به درد نمیارم. غزلی از ابوالمعانی بیدل را حضور شما میخواهم که بسیار به صورت فشرده به بحث بگیرم. چون بنده نویسنده این کتاب هستم، به خود حق میدهم که با فهم و زبان ناقص خود گره گشایی کرده باشم و شما هم تعجب نکنید از این که بنده با این لباس معارف الهیات مباحث این چنین و ادبی را پیش میبرم. به لحاظ این که خدمت به فرهنگ و ادب و بیداری دلها را برای خود کار شایسته میدانم و از این نظر شما هم مرا تحمل نمایید. ابوالمعانی بیدل در این غزل می فرماید: فریاد کس توهم نامحرم حضورم، خفاش بی نصیبم ظلمت شناس نورم. در این غزل که همه این غزل در واقع حضوریم، خفاش بی نصیبم ظلمت شناس نوریم، ضروریم، همه این ابیات با حالت جمع ذکر می شود. حضوریم یعنی حضور یک مجموعه. این را وقتی که جمع می بندد اشاره به مجموعه انسانها دارد که نسل انسان، طبیعت انسان و کلیت انسان به بحث گرفته می شود، به خوانش گرفته می شود. طبیعت، سخن از طبیعت، سخن از لیاقت، سخن از استعداد، سخن از سرنوشت، سخن از کمالات من و شما و از دردهای بس ناپیدای ما انسانها سخن می رود. به همین دلیل است که این کلام شیرین است، چون از سرنوشت من و شما سخن می گوید. فریاد کس توهم، در مصرع اول فریاد، اولین واژه واژه فریاد است، کلید واژه فریاد.
فریاد کس توهم نامحرم حضورم. فریاد؟ این فریاد ما را به یاد چی می اندازد؟ فریاد زمانی می اندازد که فردی که می خواهد با مردم سخن بگوید فاجعه را احساس می کند. انسان زمان فریاد برمی آورد که گرفتاری یک فاجعه باشد، یا بخواهد انسانها را هشدار بدهد. آگاه و بیدار، بیدار باش، اعلام نماید فریاد کس توهم نامحرم حضورم. ما انسانها از حضور بی بهره هستیم. این خودش فریاد دارد، این خودش فاجعه است، این خودش درد است، این خودش مصیبت است، این خودش جای غصه و خون خوردن دارد. فریاد کس توهم نامحرم حضورم. انسانی که با حقیقت و با حضور محرم نباشد، این محروم بودنی از حضور فریاد دارد. فریاد کس توهم. ما انسان ها گرفتار توهم شده ایم. توهم به زبان انگلیسی می شود دیلوژن، یعنی ما حقیقت را نمی بینیم. به جای حقیقت ما ذهنمان جای دیگر، چیزهای دیگری را می بافد برای خود. فریاد کس توهم نامحرم حضورم. چرا ما نامحرم حضورم؟ چون ذهن ما، قوه تشخیص ما، قوه بصیرت و بینایی ما در دام توهم گرفتار و اسیر شده است، در سرپنجه توهم. نامحرم حضور هستیم. انسان حضور یعنی چی؟ یعنی این چیزی که پیش من و شما هویداست. مثلا شما در این تصویر، این لحظه، ابزار مقابل خودتان را میبینید. من هم همینطور. انسان چیزی که در مقابلش حاضر و عیان و هویداست، اون را میگه که حضور. انسان اینجا حاضر باشد، نه اینکه جای دیگر باشد، دلش جای دیگر باشد، ذهن و اندیشش جای دیگر باشد. نامحرم حضوریم. در حضور خیلی حقیقت هاست. ما حقیقت های حاضر و هویدا را نمی بینیم. حقیقت های حاضر و هویدا چیست؟ اینکه ما گذرانیم، ما می رویم، ما در این جهان ناپایدار به سرعت داریم عبور می کنیم، عبور داده می شویم از این جهان. نامحرم حضوریم. اینجا حضور حقیقت را ببین، حضور خدا را. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. ما به شما خیلی نزدیک هستیم اما لا تبصرون، یعنی چشم بصیرت نیست، شما نمی بینید. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. من از رگ گردن به شما نزدیک تر هستم. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. حافظم در اولین غزلش دردش درد حضور هست. میگه ای انسان حضور حقیقت را مشاهده کن. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. متا ما تلق من تهوا در دنیا و احملها. خفاش بی نصیبیم، ظلمت شناس نوریم. ما انسان ها سرنوشتمان، حال و هوای من به خفاش شبیه است. عجب عجب، ما به خفاش شبیهیم؟ نه خیر، در ظاهر این خیلی دور هست، این خیلی کلام ثقیل است، اما برای بیدل حقیقت است، وگرنه با فریاد در اول سخن این را نمی آورد. خفاش بی نصیبیم، ما بی نصیب هستیم از نور، از روشنایی، از این که در پرتو نور گل و گیاهان و درخته و سبزه و جویباران و زیبایی های عالم هستی اینها را ببینیم، خورشید را ببینیم، نور را ببینیم. خفاش بی نصیبیم، ظلمت شناس نوریم. سهم ما از نوری که در عالم، از نور جهانتاب، از نور الانوار، از نور علی نور، اون تاریکی است. و تاریکی های هستی و تاریکی های وجود خود پناه برده ایم در مغاک و در اون لانه های تاریک ذهنمان، خودمان را اسیر کردیم. ظلمت شناس نوریم. از نور فقط همون تاریکی وجود خود را و سایه های ذهنی خود را می شناسیم و می پرستیم.
خفاش بی نصیبیم، ظلمت شناس نوریم. حضرت علی علیه السلام در این جمله زیبا می فرماید لا تعرفون الحق که معرفتکم الباطل، میگه که برای این که حقیقت را انسان بشناسد باید از حیطه باطل بیرون شود. تا وقتی که انسان در سرشت باطل و در سرشت توهمات خود باشد، حق شناس نمیتواند باشد. لا تعرفون الحق که معرفتکم الباطل، حق را شما نمیشناسید آنگونه که با باطل اونس گرفتید و باطل را به خوبی میشناسید. باطل را شما جای حق گرفتید. ولا تبتلون الباطل که ابتالکم الحق، شما از باطل گریزان نیستید، باطل را ابطال نمی کنید آنگونه که با حق ستیزه می کنید. شما خود اسیر باطل شده اید. انسان وقتی که ذهنش در تاریکی خو گرفت، اون وقت دیگر نور حقیقت کجاست که انسان دریابد؟ بیت دوم را این چنین می گوید زاندم که دامن کل رفته است از کف ما، در احتیاج هر جزو مجنونتر از ضروریم. ما دامن کل از کف ما رفته است. شاعر میگوید که ما کل را رها کردیم، در احتیاج هر جزو مجنونتر از ضروریم. ما در دامن اجزا گرفتار شده ایم، نیازهای خودمان را در اجزای بیرون در عالم کثرت میجوییم. ما لذت و سعادت و خوشبختی و کامروایی و پیروزی و توفیقات و مدال برنده شدن را خیال میکنیم که باید در بیرون اتفاق بیفتد. خیال میکنیم که با سودهای مادی که زود گذر است و با انسان همیشه نیست، عقل و سعادتهای معنوی و روحانی خود را رها میکنیم و در دام اجزا میفتیم. زاندم که دامن کل رفت است از کف ما، ما اون کل را رها میکنیم، به جزو رو میآوریم، در احتیاج هر جزو مجنونتر از ضروریم. لذت را در بیرون میجوییم، قدرت و کمال و جمال و جلال را در بیرون میطلبیم و این خیلی برای انسان جای درد و تأسف دارد. راه لذت از درون دان نی برون، ابلهی دان جستنی قصر و حسون. تمام ادیان، تمام بزرگان بشر در سراسر عالم به هزاران زبان گفتند و نوشتند که ای انسان، باید خودت از مغاک وجود خودت پا بیرون بگذاری. بیت بعدی، سراغ بیت بعدی برویم. پیوند هیچ دارد از آگهی گسستن، ناآشنای خیشم بیگانه شعوریم. پیوند هیچ دارد، یعنی انسان وقتی که از آگهی گسستن، وقتی که انسان از آگاهی و از درک حضور و از آگاهی باطنی محروم می شود، در دام هیچی می افتد، در دام هیچی ها اسیر می شود، سرگشته هیچستان می شود. پیوند هیچ دارد از آگهی گسستن، آگاهی حقیقی. ناآشنای خیشیم، وقتی که انسان از خودش بیگانه باشد، با خودش بیگانه باشد، ناآشنا باشد، خود حقیقی، خود قدسی، خود ملکوتی، خود سرمدی، اون خود ازلی، آن خود خدایی، آن خود واقعی را انسان وقتی که رها کرد، با اون خود بیگانه بود، اون وقت در دام حرص و طمع و بخل و محاسبات کوچک ذهنی و توهمات خیش و اسارت در می آید. ناآشنای خیشیم، بیگانه شعوریم. شعور کجا بود؟ اگر انسان‌ها شعور می‌داشتند، اگر انسان‌ها بیگانه شعور نمی‌بودند، این جهان به این زیبایی پر از امکانات، جهان چقدر جای درد و تلخی دارد، باید سراسر شیرینی باشد. اما ملت‌ها به جان هم، دانشمندان، نویسندگان، اندیشکده‌ها سراپا در پی این است که انسان‌ها را چگونه
به استثمار بکشاند، به استعمار و به استحمار ما را نمیتوان یافت. بله بیت بعدی، ما را نمیتوان یافت بیرون از این دو عبرت، یا ناقص الکمالیم یا کامل القصوریم. عبرت، این عالم عالم عبرت گرفتن است. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت، یا انسان به سمت کمال می رود یا انسان به سمت ناقص. اگر انسان به سمت کمال برود هم باز هم شایسته نیست که مغرور شود. یا ناقص الکمالیم، یعنی هر به هر کمالی که برسی، کمال در حوزه دانش، در حوزه اندیشه، در حوزه محاسبات بیرونی، همه بگوین فلانی چقدر دانشمند است، اینشتین شده است. به هر کمالی که برسی باز از اون کمال تو می شود کمال بالاتری را هم تصور کرد. با اون کمال انسان مغرور نشود، چه در حوزه علم، چه در حوزه ادبیات، چه در حوزه سخن، چه در حوزه سود و سرمایه و افتخارات و مقام و مناصب و زرق برق های این جهان فریبنده، این جهان جادوگر. یا ناقص الکمالیم، یا کمالات ما ناقص است، یا کامل القصوریم، یا اگر سرا در سراشیبی انحطاط قرار گرفتیم، سراپا در قصور خود، سراپا در اوج کمال هستیم، یعنی در قصور خود سراسر کمال داریم. ما را نمیتوان یافت بیرون از این دو عبرت، یا ناقص الکمالیم یا کامل القصوریم. آشوب لنترانیست هنگام ساز عبرت، زین کسوتی که داریم فانوس شمع توریم. آشوب لنترانیست، اشاره دارد به داستان حضرت موسی، که حضرت موسی در تاریکی شب همراه اهل بیتش است و دنبال آتش و گرما و نوری می گردد. اونجا که در سوره طه داستانش را می بینیم که ذکر شده است، هل اتاک حدیث موسی، هل اتاک حدیث موسی اذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعل آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله. اون وقتی که موسا رفت در کوه طور به دنبال نور، اونجا که رفت، اینجا موسا اون نور را دید. این یک داستان هست. بعد در فراز بعدی در جاهای دیگر قرآن آمده است که موسی همراه یک عده، اون یک عده گفتند ای موسی ما را ببر که خدا را ببینیم. موسی رفت گفت خدایا این مجموعه میگه که میخواهند شما را ببینن. خطاب آمد که لن ترانی یا موسی، تا وقتی که موسی تو هستی مرا نمیتوانی ببینی. آشوب لنترانیست هنگام ساز عبرت، تا وقتی که انسان در دام انانیتش هست، تا وقتی که انسان برایش خودیتی هست، سخن از لنترانیست. آشوب لنترانیست هنگام ساز عبرت، زین کسوتی که داریم فانوس شمع توریم. ما خودمان فانوس شمع تور هستیم، ما خودمان حامل چراغ حقیقت هستیم. خدا نور الانوار با انسان است، اما انسان تا وقتی که خودش در دام خودبینی باشد خدا را نمی بیند. پشت می کند به روح قدسی، پشت می کند به سرشت الهی، پشت می کند انسان به کمال، پشت می کند انسان به حقیقت، پشت می کند انسان به سعادت و بیداری و آگاهی. سراسر دین این است، اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را آشنا کن با اون مشعله که ما را مشعل هدایت، ما را در مسیر هدایت صراط المستقیم هدایت کن. در بیت بعدی می خوانیم خواه از تلاش
خواه از تلاش همت، خواه از تردد حرص، در هر صفت جهانی داریم و ناصبوریم. انسان اگر همت کند، خب همت کرده است. اگر همت نکند، باز هم در تردد حرص گرفتار است. در هر صفت جهانی داریم و ناصبوریم. در این مسیر هم برای خود یک توهمات انباشتیم، در اون مسیر هم توهمات انباشتیم. در ساز ما نهفته است احیای عالم وهم، عمر است چون دم صبح طوفان خروش سوریم. در ساز ما نهفته است احیای عالم وهم، گویا در ساز و در طبیعت ما این است که ما انسان ها گرفتار توهم باشیم. در احیای عالم وهم بکنیم، نه احیای عالم عقل. در ساز ما نهفته است احیای عالم وهم، یعنی اون طبیعت حیوانی و سرشت حیوانی ما بر ما غلبه کرده است. ساز ما را به سمت حیوانیت کوک می کند، به سمت غفلت، به سمت کسرت. در ساز ما نهفته است احیای عالم وهم. ما گرفتار توهم هستیم، عمر است چون دم صبح طوفان خروش سوریم. ما اگرچند که سوری حقیقت را با خود داریم، عقل و روح و اون تینت خدایی و آوای حقیقت را که از سویدای وجود ما فریاد برمی دارد با خود داریم، اما خود ما بر گوشهای وجودمان پنبه غفلت گذاشتیم. عالم وهم، ما گرفتار وهم شدیم، گرفتار توهمات هستیم. سور معرفت، طوفان خروش سوریم. سور معرفت را با خود داریم، اون طوفان را، اما بیدار نیستیم. اشاره دارد به اون حدیث مشهور، یک حدیثی است. این حدیث را دوستان بزرگترین، یک از بزرگترین نویسندگان و شرق شناسان خانم آنیمار شمیل این حدیث پیامبر اکرم را بر بالای قبرش حکاکی کرده است. الناس نیام، به همون زبان عربی الناس نیام ازامات و انتبهو، مردم در خواب غفلت و توهمات خیش اسیر هستند. وقتی که مرگشان فرا می رسد انتبهو بیدار می شوند. الناس نیام ازامات و انتبهو. در ساز ما نهفته است احیای عالم وهم. ما تا وقتی که گویا زنده هستیم از وهم اجازه نداریم که سر بیرون کنیم. باید ریاضت بدهیم، باید تلاش نماییم، باید همت، باید اخلاص، باید خلوت با خود، باید مطالعه، تدبر، تفکر، شب زنده داری، سکوت، تأملها باعث شود که ما بیدار شویم. در ساز ما نهفته است احیای عالم وهم. خودمون را از این عالم وهم برهانیم. عمر است چون دم صبح طوفان خروش سوریم. هر کس به سعی بینش محرم سراغ ما نیست. در عرصه خیالی گرد خرام موریم. ما محرم حقیقت نیستیم. هر کس به سعی بینش محرم سراغ ما نیست. ما هنوز با محرم شدن مشکل داریم. در عرصه خیالی گرد خرام موریم. ما خیلی در خیال خود را انسان بزرگ می دانیم، اما ما در گرد خرام مور مشغول هستیم. در عرصه خیالی گرد خرام موریم. بله، به اشعار پایانی رسیدم. می گوید که این انفعال جاوید یارب کجا برد کس، گمگشته خفایم آواره ظهوریم. این انفعال جاوید، انفعال یعنی سرکشتگی، یعنی محرومیت، یعنی بدبختی، یعنی شکست، یعنی افتضاح، یعنی رسوایی، یعنی زیان دیدن، در جهان پیروز نشدن، از جهان محروم رفتن، ناکام شدن. تا شب تلاش میکنیم، از صبح تا شب تلاش میکنیم تا موفقیت ها رو به خود جلب نماییم، اما آخر شب با خود دو تا چهار تا میکنیم، میبینیم که احساس سرشکستگی میکنیم، میبینیم هیچی نشدیم. این انفعال جاوید یارب کجا برد کس،
گمگشته خفایم آواره ظهورم. این بیت اشاره دارد به این که تجلیات الهی خفا در عین ظهور دارد، هم ظاهر است و هم از دید ما مخفی. این ساعت آتیتون اکاد اخفیها، حقایق از چشم ما مخفی است. قیامتها دارد می گذرد اما ما محروم هستیم. تجلیات در جان انسان قیامت می کند، قیامت می کند حسرت. مپرس از طبع ناشادم که من صد دشت مجنون دارم و صد کوه فرهادم. دوزخ ز شرمساری کوثر شود جبینش، دوزخ ز شرمساری کوثر شود جبینش. گر این قدر بداند ما را که از کی دوریم. ما از رحمت الهی دور هستیم. ما از رحمت الهی، انسانی که از رحمت الهی دور می شود در قاموس الهیات جایش دوزخ است. اما این دوزخ از شرمساری آب می شود. به جای ما دوزخ احساس شرمساری می کند. می گوید عجب، این انسان یک عمر در روی سفره حقیقت زیست، روی سفره خدا زیست، سراسر لطف و عنایت های خدا را دید، پدر و مادر و قوم و فامل و عزت و آبرو و چشم و گوش و هوش و حواس و عقل و درک و بصیرت و توانایی های عجیب داشت. خدا ارحم الراحمین بود و تمام نعمت های ارحم الراحمین این انسان لگد زده است و آمده است در دوزخ. دوزخ شرمساری کوثر شود جبینش، یعنی اونقدر از جبین دوزخ آب جاری می شود، عرق می ریزد، آب می ریزد. کوثر شود جبینش گر اینقدر بداند ما را که ما گر اینقدر بداند ما را که از کی دوریم. ما از خدا خود را دور کردیم، ما پشت به خدا زندگی کردیم، ما از خدا دور شدیم. ما از رحمت، از نور الانوار رسوایی تعین نتوان به وهم پوشید، رسوایی تعین نتوان به وهم پوشید. این به که چشم بندیم بندی قبای اوریم. تعین یعنی اعتباریات، ما گرفتار اعتباریات شدیم. اعتباریات یعنی اون چیزهایی که باز هم ما را مشغول میکند. سر راه حقیقت به عوض این که به مقصود هر به سمت مقصود حرکت کنیم، در دام تعینات و اعتباریات گرفتار می شویم. رسوایی تعین نتوان به وهم پوشید، ما رسوا شدیم، گرفتار ضرر شدیم. نتوان به وهم پوشید، نمی توانیم کتمان کنیم زیانکاری خود را. این به که چشم بندیم بندی قبای اوریم. چشم بندیم یعنی چشم خود را بر تعینات ببندیم و بفهمیم. اگر چشم بر تعینات بستیم، اون وقت متوجه میشیم که ما اوریان هستیم. در داستان آدم و حوا، آدم و حوا تا وقتی که اون میوه را نخوردن خب خبری نبود، همین که میوه را خوردن دیدن که اوریان هستن. انسان اوریان بودن خودش را زمانی که متوجه شود، اون وقت وجودش به فریاد و فغان بلند میشود، از اعماق وجودش فریاد و فغان بلند می شود. این به که چشم بندیم بندی قبای اوریم، این یک معنا دارد، اشاره به بند قبای اور. معنای دیگری دارد که در بیت بعدی آمده است. بیدل زیارت ما روزی دو مختنم گیر، از بس که خاک ساریم کیفیت قبوریم. یعنی بیدل تا وقتی با خودش سخن میگه، میگه که زیارت ما روزی دو مختنم گیر، الان که زنده هستی نور الانوار را، فرصتهای الهی را، فرصتهای خدادادی را زیارت کن، دریاب دوستان خدایی، کلام مردان خدایی، آنان که کلامشان نور است، کلامشان درد است، کلامشان فغان و بیداری و هوشیاری و توجه دادن به خیش است. بیدل زیارت ما روز دو مختنم گیر، از بس که خاکساریم کیفیت قبوریم. ما
انسان ها تا وقتی که به خاک نرفتیم، تا وقتی که در درون خاک، خروارهای خاک، در تاریکی های شب پیکر ما گذاشته نشده است و بستگان ما را در درون قبرمون تنها نکرده، رها نکرده است، تا اون وقت متوجه نیستیم که زندگی یعنی چی. از بس که خاک ساریم، کیفیت قبوریم، یعنی که اشاره دارد گویا با آیه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان در دام تکاثر است، حتی زرتم المقابر، تا وقتی که سر از قبر در می آورد. تکاثر، خود برتربینی، افتخار به قوم و فامیل و تبار و نژاد، مرده ها و زنده ها. بیدل، زیارت ما روز دو مختنم گیر، از بس که خاک ساریم، کیفیت قبوریم، ما مانند قبور در دام خاک اسیر شده ایم، باید سر از خاک براریم. تا وقتی که در دل خاک نرفته ایم، فرصتی داریم که زندگی را دریابیم و به سمت خدای متعال، حی مطلق، حرکتی داشته باشیم. اون خدایی که یک از اسمای مبارکش سلام است، سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. بنده سخنان خودم را جمع می‌بندم و پایان می‌برم. انشاءالله که این بیانات و برداشت‌های ناقص من گره گشایی کرده باشد در راستای آسان شدن فهم این شعر حکیمانه که انسان را می‌تواند متوجه کند به خودش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.